که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. باز میگردیم بینندگان ارجمند، در حضور شما هستیم. در تنفس علاوه بر سوال قبلی که پرسیده بودم که اگر ما حواس پنجگانمون رو از دست بدیم یا یک آدمی اساساً بدون حواس پنجگانه به دنیا بیاد، شاید این لازم باشه که اصلا یه فیلمی بسازن، یه فیلم دو ساعته بسازن از زندگی یک آدمی که به دنیا میاد و این پنج تا حس رو نداره و ببینن که این آدم چطور میتونه که زندگی بکنه. چون شما در کارهای مثلا عرفا، همین مولوی وقتی نگاه میکنید میگه که آدم وقتی به طرف خدا حرکت میکنه اولش با یک علامت شروع میشه، بعد با جهد و کوشش و تلاش و اینها شروع میشه، بعد اینها آدم رو به وجد میرسونه و از وجد آدم به شوق میرسه، ولی هیچ کدام اینها وسیله حرکت و پرواز آدم نمیشه تا آدم به ذوق میرسه. ذوق یعنی که یه چیزی که شما بچشید، مهمتر از اینه که یک چیزی رو بفهمید یا با یک چیزی تحریک بشید. میگه تا وقتی که شما یک قسمتی از این خدا رو توی دهانتون نچشیدید و خدا رو با ذائقتون آشنا نکردید، یعنی خدا رو نخوردید، نمیتونید که قدم بعدی رو که عشق هست حس بکنید. بله بله بله. کسی عاشق میشه که از مرحله ذوق گذشته باشه. ذوق یعنی چشایی خدا، یعنی از این معشوق یه مقداریشو بخور ببین چه مزه میده، برو دنبالش. و اون نگرش رو وقتی آدم میکنه واقعا به حیرت میفته که فرق این بزرگان با فرق معلمینی که ما داریم، که اصلا ببخشید نمیخواستم وارد اونجا بشم. بله بله. سوالم رو دارید، میخوام ببینم که شما در ذهن پویای خودتون زندگی یک آدمی رو که این آدم به دنیا اومده، نه میبینه نه میشنوه نه بو حس میکنه نه مزه چیزی رو میفهمه نه چیز گرما و سرما رو حس میکنه، زبری و نرمی رو حس میکنه، هیچ کدوم اینها نیست، ذهنیت این آدم رو چطور میبینید شما؟ خب من فکر میکنم برشد قبول داریم که تمام انسان‌ها یه چیزی به ارث می‌برن از پدر و مادر خودشون و عوامل موروثی نقش مهمی دارن و حتی بین یک خانواده‌ای که ما 10 نفریم هر کدوممون یک نوع نگرشی به دنیا داریم و در راه‌های مختلف حرکت می‌کنیم. این نشون میده که این مسئله تکامل انسان و ژنتیک انسان بسیار مسئله پیچیده‌ایه و انسان با یک استعداد بالقوه میاد وارد این جهان میشه. حالا اون نور خدا یا ذات فطری اون یه مسئله جداست، مسئله ژنتیک هم خیلی مهمه. حالا این دوتا با هم با توجه به محیط تربیتی که شخص درش قرار میگیره، هر کدوم این انسانهای متفاوتی که به دنیا میان و هیچ این احساسا رو ندارن و حالا باید یاد بگیرن خوردن رو، نفس کشیدن رو، راه رفتن و تمام حواس پنجگانه‌شون رو تجربه بکنن، اینا واکنش‌های مختلف نشون میدن نسبت به محیطشون و یک نوع یادگیری اونم به نوعی. من حالا باز نوه خود من 3 ساله است، من اخیراً میگه که وقتی که میره توی مهد کودک میگه big noise there، یعنی نویز اونجا بادرش میکنه و یا کامپیوتر تماشا میکنه، به نوعی حساسیت داره
به صدا که یک چیز درست، این یه چیز بیولوژیکلیه، باید بیولوژیکلی باشه که ایشون. و خب خانه‌ها این ممکنه اصلا به علت این حساسیت اصلا راهش عوض بشه، یا عاشق موزیک بشه، یا اصلا از موزیک انزوا، اصلا موزیک رو I don't know. یعنی میخوام بگم که پس این حواس پنجگانه‌ای که ما باهاش، اونم یک نوع یادگیریه. یعنی الان بچه یاد میگیره چطوری شیر بخوره، چجوری بهش غذا بدن، یک کمش رو اول کار یاده، ولی مخصوصا با دنیای امروز که دیگه مادرش نمیدن بعد شیره، چجوری همین شیرای چی بهش میگن، شیر خشکینار بهش بدن و غذاهایی که بهشون میدن و همه این چیزا رو من فکر کنم باز اینا باید یاد بگیرن. میگن مثل یه حیوان باید تمام این مراحل رو یاد بگیرن که چطوری با این حواس پنجگانه تو دنیا بتونن نیازهای خودش رو برطرف کنن. ضمن اینکه از این زاویه که شما نگاه میکنید که نگاه بکنیم، همین مفاهیم رو به عنوان جواب باید بپذیریم. اما سوال من این است که ما برای اینکه از یک موجودی سوال بکنیم که شما الان چی فکر میکنید، الان شما به هستی چجوری نگاه میکنید، الان شما در درون خودت نسبت به بودن و نبودن، نسبت به ارزش‌ها، نسبت به نیازها، نسبت به کل اذهان و اندیشه‌هایی که آدم‌هایی که این پنج حس رو دارند اون نوع اندیشه می‌کنند، با این آدمی که هیچ کدوم از اون احساسات رو نداره، تفاوت اندیشه اینها، تفاوت ذهنیت اینها در چیست؟ و سوال مشکل‌تر این است که شما از کجا می‌دانید؟ چون شما بعد از این شخص بپرسید که خانم یا آقا تو به چی فکر میکنی؟ این باید گوش داشته باشه بشنوه، گوش نداره نمیشنوه، میخواد به شما پاسخ بده که چی فکر میکنم، زبان هم نداره که بگه. محیط خودش رو بایستی از طریق بو کردن، از طریق چشیدن، از طریق لمس کردن، یا از طریق دیدن، یا از طریق شنیدن درک مفاهیم و تجربه بکنه. هیچ کدام این تجربه ها رو نداره و هرچه در مورد او ما بگوییم که این طور فکر میکنه یا این طور فکر نمیکنه، ما تمام اینها حدسیاتی است که ما میزنیم، چون ما هیچ نوع پل منطقی پرکتیکال ارتباطی با اون شخص نداریم. درسته. چون ما به محض اینی که بگیم که من فکر میکنم که این راجع به خدا فکر میکنه یا راجع به خودش فکر میکنه، میخوام نظریه دکارت رو در اینجا دو مرتبه بیارم زیر سوال، که وقتی میگوید که هستی وجود داره و انسان در جوهر وجود دارای اصالت وجود و دارای اصالت هستی است، برای اینکه انسان در یک موردی به هستی قائل میشه. یعنی انسان میگه من چون فکر میکنم که هستم. من میخوام ببینم که آدمی که هیچ کدوم این حواس پنجگانه رو نداره، اولا فکر میکنه یا نمیکنه؟ اگرم فکر میکنه، ما از کجا میفهمیم که او چه فکری میکنه؟ چون ما هم وسیله ارتباطی با ذهن او رو نداریم. بنابراین میبینیم که ولی سیستم غریزی و حیوانی او کار میکنه. یعنی اگر به زور 81 مرتبه غذا به او بدن احتمالاً میجوه، یا اگر آب در دهانش بگذارن احتمالاً آب رو میخوره. سوال من این بیشتر، یعنی سوالی که در ذهن خودم دارم و سوال واقعا حقیقی هم هست، سوالی نیست که مثلا برای برنامه ساخته باشن و اینها، که ما وقتی که به انسان نگاه میکنیم به چه چیز انسان نگاه میکنیم؟ یعنی الان این انسانی که این حواس پنجگانه رو نداره با انسانی که این حواس پنجگانه رو داره و یک سری با این حواس هم تجربه به دست میاره، هم علم به دست میاره و بالاتر از همه ارزش به دست میاره و ایجاد وجدانیات میکنه، ما نمیدونیم اون آدمی که حسیات رو نداره آخه یه خورده بس آیا این درد رو هم میفهمه؟ ببینید الان شما خود تو سال تو گفتید وقتی
به دهانش بخوایم چیز بذاریم، یا آخه یا دهان نداره، گوش نداره، چشم نداره، دست نداره، ذائقه نداره. یعنی طعم رو حس نمیکنه، ولی گرسنگیش خب در وجودش حس میکنه. که گرسنگی رو پس اون چه جوری حس میکنه؟ من یعنی اون رو مغزش بهش میگه گرسنه هستی؟ همین دیگه. این سوالاتی که بسیار بسیار پیچیده و مبهمه، قصدم از طرح این سوالات این است که ممکن است که ما خارج از این محفظه ذهنیات اکتسابیمون، مجموعه همه اینها رو من میگم اکتسابی، بله بله، که بحث رو کوتاه‌تر کنم، اگر ما چیزی پیدا بکنیم در انسانی که مثلا اون انسانی که تا سن 15 سالگی فرض کنید که هیچ کدام این حواس رو نداشته، یک معجزه اتفاق میفته در سن 15 سالگی، همه این حواسش بهش برمیگرده. ازش سوال میکنن که شما پارسال چه جوری فکر میکردی؟ دنیای ذهنی پارسال تو چه جوری بوده؟ چون انسان، من فکر میکنم که انسانیتش و حقیقت وجود انسان میتواند که خارج از ذهنیت انسان باشد. یعنی ذهنیات ما ضمن اینکه بخش عظیمی از ساختمان تکاملی ما رو به عهده دارن و در واقع کنترل کننده رابطه ما با عالم خارج هستند در بعد مادی، اما لزوماً این نیست که انسان و حکمت انسان و معارف انسانی و معرفت انسانی به ذهنیاتش خلاصه بشه. نظر شما در این باره چیه؟ آیا ما خارج از این ذهنیت ما؟ سوال یه خورده راستش سخته. سخته و یکم هم واقعا مشکل اصلا تجسم کردن حالتی که شما مثلا میگید تا 15 سالگی آخه یه ارتباطی باید با جامعه یا دوروبر خودش میداشته، حالا حتما گرسنه‌اش میشده، حتما غذایی میخورده، حتما، یعنی اصلا من برام تجسم اون حالت خیلی سخته، یه حالت خیلی ایدئاله که اصلا من نمیدونم چجوری تجسمش کنم و نمیدونم چطور. ببینید وقتی که قرآن میگه که ما به همه وحی میکنیم، به زنبور و عسل وحی میکنیم، به مورچه وحی میکنیم، به انسان وحی میکنیم، و تقریبا وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که هیچ چیز، تقریبا هم نه تحقیقا، هیچ چیز نیست که لباس موجودیت بپوشه و مخلوق باشه و موجود باشه و رسول نباشه. بله. یعنی هیچ ذره ای از ذرات کائنات نیست که رسالت نداشته باشه، منتها رسالت هاشون فرق میکنه. کاملا درست. در اشتباهاتی که ما میکنیم فکر میکنیم که هر وقت ما میگوییم که رسول، منظورمون رسول اکرمه. در صورتی که در همین قرآن میگوید که رسولهای دیگری هم معرفی میکند. یکی از این رسولها که رسالت داشته مادر حضرت عیسی بوده و وحی مستقیم دریافت میکرده، بهش وحی شده که تو این عیسی رو بارور شو، حامله شو، رسالت دیگه. بله. کسی هم بهش نگفته. خدا در قرآن میگه من وحی مستقیم کردم به مریم که تو این بار به دوشت هست و باید این عمل رو انجام بدی. یا به مادر موسی خدا وحی میکنه، رسول بوده دیگه مادر موسی، ولی رسالتش متفاوت بوده. بهش میگه که این پسر بچه‌ای که باز حمل کردی اینو بذارش توی سبد، بندازش تو آب بره. این وحی نیست مگه؟ چرا؟ ولی ببینید من خودم شخصا حالا ممکنه که خود من زیر سوال برم، ولی مثلا فرض کنید به اینکه حضرت عیسی از ویرجین به دنیا اومده زیاد اعتقاد نه. این رو من تو کتابایی که الان دارم کلاس میرم میخونم اینا، و اینا خود مسیحیون و یا حتی یهودیایی که مال ما اینا هستن میگن اینا متافوره، یعنی این ویرجینیتی it's a metaphor، و اصلا کلمه عیسی و کرایست میگن سمبل انسانه، یعنی همه ما به نوعی تو زندگیمون با این رشدی که میکنیم و مجبوریم از این ارزش‌های پدر 5000 ساله به طرف
عرفان حرکت بکنیم، دائم باید به گذشته خودمون بمیریم، دائم باید کروسیفای بشیم و تا یه چیز تازه‌ای رو تجربه کنیم. و این همراه درد و همراه میگم کروسیفیکیشن و کروسیفیکیشنه. و کسانی که این داستان رو نوشتن، البته حضرت عیسایی بوده اینجوری که من تو این کلاس ها میشنم از این استادان، و ایشون هم به اون تکامل رسیده، ولی این که ایشون از یک اینا به زبانی نوشته شده که اونی که میفهمه، اون عارف میفهمه منظور این داستان چی بوده، ولی انسانهای عامی این رو به حساب این که بله ایشون اصلا همینجوری حامل شده و بگم از مغز من مهندسم رد نمیشه آقای دکتر ببخشید. البته در قرآن ببینید یک اشکال، ما وارد بحث دینی نمیخوایم بشیم، ولی بله اشکالی بله. که در قرآن ما با قرآن داریم این است که ما تاریخ رو به جای قرآن میذاریم و برداشت‌های تاریخی دقیقا. خودمون رو به زبان قرآنی بیان میکنیم. ببخشید آقای دکتر من جمعی کلمتون، حتی یکی از این استادان یهودی داره میگه اصلا این مسئله یروشلم و اینکه اونجا باید یه روزی بعد اون منطقه دست اینا بیفته، میگه اینا اصلا بی خودیه، اینا یک نمیدونم یک چی بهش میگن متافوره، متافوره برای سفر روحی که یک انسان میکنه، یعنی اون که دریا وا میشه و بعد اینا میان به صحرای سینا. این صحرای سینا مثلا میگه اینه که بشر واندرر میشه، سرگردان میشه و سالها در سرگردانی میگذرونه تا یه زمانی به سرزمین موعود برسه. ولی اینا میگه همون این که میگن خدا رو میخوای بشناسی، خودتو بشناس، آدم تو این سفر روحی از یه چیزایی مثل این میگذره، یعنی یه جاهایی دریا مثل اینکه دریا با میشه، یعنی یه دست از بیرون، دست غیبی شما رو نجات میده که خودت هم انتظارش رو نداری. ولی نه اینکه واقعا قوم موسی دریا وا شد اینا رد شدن و بعد قرار خود اینا دارن میگن آقای دکتر و میگن این جنگ مذاهب برای اینکه اینا تاریخ رو جایگزین اون اصل مطلب کردن. و یه چیزم که باز فرمودید که قبلا من خواستم اشاره کنم که همینطور گفتید همه ما یک نوع پیامبری میکنیم، هر کسی، و یک ژان پل سارتر میگه، ببر ژان پل سارتر که کلمه ایشونه که میگه هر کسی یک نوع پیامبره، مایکل جکسون هم پیامبر رقص، ولی ایشون هم رقص رو میگه خیلی خوبه. ولی حالا پیامبر داریم تا پیامبر. بنده مثلا در تمام دوران زندگیم یه نفرم دنبال روی بنده نشده، ولی حضرت محمد 1 میلیارد و نیم مسلمان دوباره، چون ایشون آدم استثنایی بود. بله بله بله. من تصور میکنم که وحی بر اساس اون چی که قرآن تعمیم میده و میگوید که همه دریافت کننده وحی هستند در ظرفیت‌های مختلف برای هدف‌های مختلف. الان شما به یک آدم معمولی نگاه بکنید، میخواستم مثال سعدی و حافظ و مولوی رو بزنم ولی دیدم مثال ساده ترش مثال آدم های معمولی است. شما امروز صبح که به استودیو تشریف آوردید یک چیزهایی رو نمیدانستید و بعد در اثر فکر کردن، نه در اثر شنیدن، در اثر فکر کردن خودتون، این چیزها به ذهن شما وارد شد. دقیقاً دقیقاً. پس اون چیزهایی که ساعت 10 صبح به ذهن شما وارد شد و ساعت 9 صبح در ذهن شما نبود، اونها غیب بوده برای شما. دقیقاً. اگه بخوام تعریف غیب رو بکنیم، بله. چون نسبت به شما غایب بوده. دقیقاً. اینی که میگن چطور از دنیای غیب به آدم این میرسه، همین طوری میرسه که معلوماتی که شما کسب میکنید، تجربیاتی که میکنید، چیزهایی که به دست میارید که تا 1-2 ثانیه قبل نداشتید، بله، اینها همه از اون غیبی میاد که نسبت به شما دارای غیبت بوده، دارای عدم حضور بوده و در شما نبوده، یا اگه بوده شما نسبت به اون عالم نبودید ولی حضور ذهن پیدا میکنید یا فراموش کرده بودید. بله بله بله. یک امر مدامی است که به همه میرسه، حتی به ذرات میرسه. در مورد این که فرمودید رودخانه اینطور میشه و عرض کنم حضورتون که عمر جاودان پیدا میکنن و بقیه چیزهایی که متافور رو در زبان قرآنی متشابهات میگن که
قرآن در واقع خودش رو با دو معنا معرفی میکنه. میگوید مجموعه آیاتی که در قرآن وجود داره تشکیل میشه از متشابهات و محکمات. بله من باید نارو بنویسم چون خود بلند نمیدارم. متشابهات قرآن همون متافورهایی هستن که کارشون تشریح محکماته. یعنی برای اینکه شما یک سری احکامی در زندگی یاد بگیرید، بله متوجه شدم، از متشابهات قرآن استفاده میکنید که محکمات قرآن رو بیاموزید. و قرآن میگوید کسانی که از متشابهات من استفاده میکنند و این رو اپلای نمیکنند به محکمات، به وسیله قرآن به چنان زلالت و گمراهی میرسن با همین قرآن که اصلا راه نجاتی نخواهند داشت. یعنی قرآن رو وقتی میخوانند اگر به متشابهات قرآن تکیه کنند، یعنی چی؟ مثلا در قرآن در باب متشابهات میگوید که بهشتی وجود داره که در اون بهشت حوری هستش، پری هستش، آب هست، شیر هست، عسل هست، چه هست اینها، و 1400 سال هم هست که معلمین ما به ما درس دادن که همین است و جز این نیست. و خود ما میدانیم که دیگه در عالم خارج بیشتر ما مسلمان ها منتظر هستیم که کی بریم و این رودخانه رو ببینیم و حوری رو ببینیم و چه بکنیم و اینها. خود قرآن میگوید که وقتی که قرآن به امور مجرد اشاره میکند، امور مجرد یعنی اموری که دارای زمان و مکان نیست، بله مثل خدا، بله مثل شیطان، مثل جن، مثل فرشته، مثل جهنم، مثل بهشت، اینا همشون مجردات هستن، هیچ کدوم اینها زمان و مکان ندارن. بنابراین وقتی که ما که مقید در زمان و مکان هستیم میخوایم که بریم و از مجردات مطلع بشیم، هیچ راهی جز اینکه از روی پل متشابهات عبور کنیم وجود نداره. و الا خود خدا رو هم از طریق متشابهات باید مورد مطالعه قرار داد، فرشته و اینا. قرآن یک حکم دیگری هم داره که بسیار بسیار آموزنده است و اون این است که میگوید که هیچ اصلی رو جز بر اساس تعقل قبول نکنید. این بسیار پوشیده و پنهان مانده از مسلمان ها به خاطر اینکه اساس به اصطلاح زعامت و بزرگی رو برای افراد از بین میبره و همه افراد رو مستقیما در مقابل استدلال و منطق قرار میده. آقای دکتر یکم من شما رو گم کردم اونجایی که میگید تشریحات رو برای محکمات، اگه متشابهات رو اگه برای محکمات استفاده نکنند به گمراهی مطلق میرسند. یعنی به مثال ممکنه بزنید شما اینجا یکم. مثلا کسانی که راجع به بهشت اظهار نظر میکنند، بله و فقط جنبه مثالی او رو میگیرند، اینها تمام محکوم به گمراهی صرف و مطلق هستند و گمراه هم هستند. و میبینید که کسانی که معلمین ما به ما یاد دادن که به متشابهات قرآن تکیه کنید چون از متشابهات قرآن خرافات برمیخیزه، فساد برمیخیزه. کاش یه مثالی میزدید اگر میشد، نمیدونم. مثالش همین این که اگر شما معتقد باشید که در دنیای دیگه بهشتی وجود داره، یا از توی این بهشت آب رودخانه رد میشه و عسل رد میشه و شیر رد میشه و همینطور دخترانی که چشمهای خوب دارند و پوست سفید دارند و هر شب که پرهوی اینها میخوابید صبح که بلند میشن دو مرتبه باکره میشن، اگر شما اینا همه در قرآن هست، بله. ولی اگر شما این مثالهای قرآنی رو از دریچه چشم حکم نگاه کنید، بله، واقعیات زندگی میگوید اصلا اینها واقعیت ندارد. چرا واقعیت ندارد؟ به خاطر اینکه اینها همه مثال هایی هستند که شما رو به یک هدف دیگری راهنمون میشه. خداوند میگوید برای کسانی که نیکوکار هستند بهشت هایی وجود دارد که مانند این است، بله، که میزان لذتی که شما از نیکوکاری نصیبتون میشه معادل لذتی است که در این سناریوی بهشت به دست شما میرسه. و وقتی شما کار زشت میکنید میزان دردناک بودن عذابی که خود شما برای خودتون اکتساب میکنید
معادل با این سناریوی جهنمی است که موی شما رو میگیرن و بالا میبرن و پایین میبرن، همون داستانهایی پوست شما رو میسوزونن. همه اینها بر یک اصل استواره که در قرآن میگوید چیزی که با عقل تطبیق نمیکنه نباید بپذیری. مثلا در قرآن هیچ وقت شما رو محاکمه نمیکنه که چرا نماز نخوندید. بله. اصلا. بله بله بله. ولی شما رو محاکمه میکنه که چرا عقلت رو به کار نبردی. و در واقع شما رو مقابل میکنه با مجازات برای اینکه عقل رو به کار نبردید. حالا ما بر اساس اتکای به همین آیه قرآن، اصل عقل و اصل عقلانی بودن و تعقل یک عبادت در قرآن، ما نمیتوانیم که پذیرای یک امری به نام بهشت باشیم به صورت محکم. عرض میکنم محکم یعنی حکمدار. بله بله. بله نه به بله معنای بله بله بله. چیزی که مثلا سفت و خشن باشه، منظورم اون نیست. محکم به معنای چیزی که حکم روی او صادر شده. بله. نه جهنم میتواند به صورت محکم وجود داشته باشد، نه بهشت میتواند وجود داشته باشد، نه فرشته میتواند وجود داشته باشد. همه اینها تشبیهاتی است که خطری که قرآن میگوید اینها دارد، یکی از خطرناکترین مراحل آموزش معنویت در قرآن همین موضوع متشابهات قرآن که اون پل صراطی رو که قرآن در تعاریف نسبت به قرآن ازش اسم میبرند، در واقع همین محل سقوطی است که این متشابهات و این مثالهای قرآنی می تواند که هدایت کند شما رو. اگر اینها رو در کنار محکمات قرار بدید، و این نیست که کتاب جدا شدنی هم نیستند از هم. بله بله بله. یعنی شما نمی توانید که یک کتاب قرآنی درست بکنید مجموعه متشابهات و یکی دیگه مجموعه محکمات و از عقل هم اصلا رابطه ای نداشته باشه اینجا. بله. چون اینها در یک لغت مثل بله شیر و بله شکر در هم بله آمیخته بله هستند. بله بله. و باید با کاربرد عقل اینها را در ذهنتون از هم دیگه تفکیک کنید که، و بعد هم قرآن رو دقیق بخوانید. خود قرآن میگه که در سوره بقره میگه که الله لا یستحی، یعنی خداوند حیا نمی کند، خداوند شرم ندارد، خداوند ابا نمی کند از اینکه انسجام ببخشد، جسمیت ببخشد به مثال هایی که میزند. اون وقت بعد از اینکه این عنوان رو میگوید، میگوید برای هدایت شما و برای فهم احکام قرآن متشابهات قرآن وجود داره، و میگوید کسانی که ایمان به خدا دارند همه قرآن رو میخوانند و متشابهات رو در تبیین محکمات ازش استفاده میکنند. اما کسانی که ایمان ندارند با مسخره سوال میکنند که این مثالهای غیر عقلانی چیه که در قرآن آمده. اون وقت بعد یک تهدید بسیار عجیب و عظیمی که در قرآن وجود داره میگوید کسانی که متشابهات قرآن رو مورد اتکا قرار میدن فاسق هستند. فاسق بله. درجه خیلی بالای فاسده. بله 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 بله. اون وقت میگوید که کسانی که در واقع تمثیلات و تشبیهات قرآنی رو به عنوان اصل میگیرن که میگرن، و بله بله. بسیاری از افرادی که امروز قرآن رو مسخره میکنن و به بازی میگیرن اتکای به متشابهات قرآن میکنن. یک کم هم آقای دکتر من فکر میکنم که میگم متاسفانه خب در محدوده قدرت شما نیست، ولی من اینو حتی از ایران شنیدم، آقای آیت الله خامنه‌ای گفته بودن که چقدر هنر مهمه، نقش هنر برای ارائه خیلی مسائل انسانی. من الان وقتی که میبینم نوام فیلمای کارتونی که تماشا میکنه، شاید همون ارزش‌های قرآنی، دینی، انسانی دارن به یه زبان دیگری که با بچه ارتباط برقرار میکنه رو نشونش میدن. اونجا دیگه به نظر من اصلا، یعنی اون کار رو داره به زبان بهتری انجام میده. من واقعا میگم تعجب کردم که بچه
سه ساله داره سفینه رو میونه که داره میره به یه کره دیگه و نمیدونم، ولی با زبان کاریکاتوری بود یعنی تمام. و باز نیروهای خوب هستن، نیروهای بد هستن، اینا رو به زبانی میگن که با آدم ارتباط برقرار کنه. من خودم وقتی بزرگ میشدم خب قرآن رو زیاد نفهمیم چون به زبان عربی بود دیگه، غیر از این که اصول اسلام رو خوب فهمیدم، یعنی با هم ارتباط قلبی داشت و نماز و روزه رو هم چون پدر مادر میگفتن انجام بده انجام میدادم، ولی نه باز به طور کامل. ولی خیلی جالب چون من یه برنامه دیتون رو گوش دادم، من تو همین امریکا مثلا وقتی که میرفتم سر کار ون میمد دنبالمون میرفتیم و حدود 40-50 دقیقه تو راه بودیم، همینطور که توی ون نشسته بودم و مثلا نماز رو تو مغزم میخوندم و با کلمات نماز ارتباط برقرار میکردم و واقعا یک نوع میرسیدم روحم عوض شده بود. ولی اگه همون شب هم ممکن بود نماز نخونم، ولی من نماز رو اینجوری استفاده میکردم چون از بچگی درون من بود و خاطراتی باهاش بود، پدرم، مادرم، اون محیط گرم خانواده. و نمیدونم داریم از مسئله منحرف میشیم، میخوام بگم که کاشکی اینقدرم ما امروز هنوز تو دنیای ما میخوایم از مرز قرآن بگذاریم، در صورتی که خب الان شاید راه‌های دیگه هم هست که آدم ارتباط قرار بکنه با نسل جدید. اتفاقا ببینید، حالا ما از بحث اصلیمون که هستی شناسی به نوع دیگری هست با شما موقتا منحرف میشیم. ما سوء تعریفی که نسبت به چیزها میکنیم به عنوان یک قاعده و استاندارد به مردم تحمیل میکنیم، یعنی ما در سایه تفنگ و در سایه زور علم رو تبدیل به جهل میکنیم و جهل رو به جای علم به مردم تزریق میکنیم و بالا سر این تزریق کننده هم با یه تفنگ ایستادیم. آخه کار علم که با سیاست مربوط نمیشه، کار علم که با حکومت مربوط نمیشه، علم اصلا با این کارها بیگانه است. ما وقتی که میگوییم علم رو به تقدس میدیم در درجه اول، به محض اینکه این رنگ و روغن تقدس رو به علم زدیم، یک مقداری حریم براش قائل میشیم و در یک جایی میذاریمش و وظیفه ما فقط این است که فکر نکنیم، عقل رو به کار نبریم و فقط این علم گنگ و بی زبان رو. بزرگترین کاری که ما در طول تاریخ میکنیم این است که زباندار رو بی زبان کنیم. دقیقاً. یعنی خدای زباندار رو، قرآن خدای زبانداره. بله. حرف میزنه دیگه. بله. این خدای زباندار رو باید خفه کرد، بی زبانش باید کرد، من به جای خدا باید حرف بزنم. اگر شما در طول تاریخ نگاه بکنید این رب و نوهاری که می ساختن به جای خدا، برای اینکه رب و نو که نمیتونه حرف بزنه، بالاخره آخرش تمام بت پرستی های دنیا رو از روز حابیل و قابیل و از روز قبلش هستن، از خیلی اون که تاریخ نشون بده که آنتروپولوژیست ها بگن که شما مثلا کی به انسان اولیه بوده تا الانی که من با شما صحبت میکنم، هیچ خدایی گویایی نداشته، خود خدا. بله بله. همیشه آدم ها خداهایی می ساختند، خوب خدا که جا می افتاد می گفتن من نمایندش هستم. الان هم همین پرینسیپل ادامه داره. بله. یعنی الان هم ما خداهایی می سازیم که نمایندش باشیم، امام هایی می سازیم که ما نمایندش باشیم، بت هایی می ساختند. این بت سنگی که حرف نمی زنه، اگه بت سنگی رو همونجا بذارید که دین درست نمیشه که، بالاخره این بت باید یه چیزی بگه که دین درست بشه. بله، بله. اونو کی میگه؟ اون که نماینده. رئیس بته. بله، اون که نمایندشه، خدمتگزارشه. بله، بله، بله. سر بتو شونه میکنه، نمیدونم پاشو جارو میکنه، چه میکنه. ما وقتی که به موضوع دین نگاه میکنیم میبینیم تا ظهور قرآن که شاید در حال حاضر تنها کتابی باشه که در زمان خودش به وجود اومده، مثلا ما به تورات که نگاه میکنیم یکی دو قرن بعد از حضرت موسی یا همینطور
حدود 60-70 سال کتاب های توراتی که ذاتن هم کتاب حدیثی هستن، کتاب بله آسمانی نیستن، بله بله کتب بله انجیلی، هیچ کس هم ادعا نمی بله کنه بله که اینها رو حضرت عیسی نوشته باشه، اینا رو آدم های معمولی نوشتن، کتاب تاریخه و در واقع معادل کتاب های حدیثی اسلامیه. حالا این کتاب ها وقتی نوشته شده و این حرف ها زده شده، هیچ کدامش مثل قرآن مستند نیست. عرض نمی کنم خوبه یا بده، به استحکام استنادی قرآن نیست، همه اونها بی صدا هستن. این یک کتاب هم که صدا داره، در کنارش مذهب به وجود اومده، فرقه به وجود اومده، بله بله. که این فرقه ها، اگه قرآن 400 صفحه است، این فرقه ها تا حالا چند میلیون صفحه مطلب بله نوشتن، بله بله. و بعد آدم هایی که نماینده خدا هستن یا میگن هستیم، اینها در خارج از این کتاب سخن میگن. خیلی عجیبه آقای دکتر، وقتی به قرآن مراجعه میکنیم، در سوره فرقان فکر میکنم در قرآن راجع به این موضوع صحبت میکنه و 99% افراد هم به ما یاد دادن که اینها رو نادیده بگیرین، اینا چیزایی نیست که الان بخواید شما بخونید، بگذارید بعدن، بعدن هم هیچ وقت نیومده. این آیه در قرآن میگوید که خدا میگوید به عقیده ما مسلمان ها که قال رسولو، این رسول من میگوید، نه اینکه گفت تمام شد، یعنی مرتب میگوید. این آیه مربوط به قرآن، هنوز قرآن هم تمام نشده، مرکبش هم خوش نشده، پیغمبر زنده، خدا زنده، قرآن در حال تکمیل، این آیه نازل میشه. قال رسولو، میگوید رسول به ما، رسول ما به ما میگوید، ان قوم اتخذوا هذا القرآن محشورا، این قوم من، نه قوم یهود، نه قوم مسیح، این قوم من، یعنی همین مسلمان ها، این قرآن رو به زندان افکندند و دور از دسترس قرار دادند. این تکلیف قرآن در زمان خود پیغمبر، چون آیه قرآن هم امروز که دیگه جای خود داره که قرآن رو کجا گذاشتن. در کنار این قرآن، قرآن های دیگری به وجود میاد که اسم قرآن نداره، ولی از قرآن اهمیتش بیشتره، از قرآن محکمتره، و اون قرآن ها گویندگانی داره. قرآن فلکسیبل نیست، هیچی شما نمیتونید عوض بکنید، ولی در کنارش وقتی حدیث درست میکنید، میگن پیامبر اینطوری گفته، اون یکی میگه نه اشتباه میکنی، اینطوری نگفته، اینطوری هم گفته. نتیجتا بازار اضافه کردن به قرآن با این شیوه و با این تکنولوژی باز میشه و اینها شروع میکنن به اینکه هر چیزی که در خیالات اینها و در آرزوهای اینها میگذره، اینها رو وارد دین میکنن در قالب فرقه، و کار دین در واقع به همین جایی میکشه که امروز کشیده و اصول قرآنی فراموش میشه. یکی از مهمترین و پایدارترین اصول قرآنی اصل تعقله، که اگر شما همین یک اصل رو فقط به کار ببرید، ببینید چقدر بناهایی که ساخته شده ویران میشه و چقدر اندیشه هایی که به قرآن نسبت داده میشه، همه اینها فرو میریزه. سوال دیگری که من از شما دارم، شما راجع به مرگ چجوری فکر میکنید؟ والا مرگ رو خود من شخصا هنوز برای خودم حل نکردم، هنوز با مرگ مشکل دارم. خیلی میترسید از مرگ یا کم میترسید؟ نه، از اینکه بیمار بشم میترسم، از خود مرگ خب دیگه آدم میبینه راهی نیست، یعنی کاری، و فکرم نمی کنم. هنوز من به اونجای آقای دکتر نرس، هنوز به عنوان یه مهندس، هنوز من اینجام، اینجا نیومدم به قلب. ولی از اینکه بیمار بشم سختمه، ولی مرگ رو خب چونم واقعیتی نمیشه انکار کرد، ترسی ندارم به اون نسبت صورت. به دفینیشن مرگ چی فکر میکنید؟ یعنی معنی مرگ رو چی مرگ میبینید؟ رو ببینید، اینجور که من تو این کتاب خوندم، همین که این رشد دائمی که ما میکنیم و مخصوصا
عقاید پوسیده گذشته رو با عقاید نوینی که جایگزینش میکنیم و این به قول دکتر علی شریعتی این زندان خیشتن رو روز به روز بازتر و بازتر و بازتر میکنیم، خب یک نوع مرگ روانی به گذشته است و یک تولد جدید به یک چیز تازه، و بیشتر اون رو من میبینم. همه این کتابایی که من میخونم میگن این بدن ما یک وسیله است، vehicle. It's a vehicle. اون حالا این که شما میگید خدا، اون نور خدایی است که داره این رو به این بدن خاکی مثل یک ماشینیه که اون داره استفاده میکنه، اون نه میمیره و نه زنده میشه و همیشه خواهد بود. این بدن یه روزی پوسیده میشه و از بین میره. آقای دکتر، همه ما در خلوتی که داریم و مواقعی شده که کسالت پیدا میکنیم، خود من هم همینطور بودم و هستم، حالا من چون کسالت های جسمی بیشتری هم دارم بیشترم به مرگ فکر میکنم، حتما شما هم همینطور فکر میکنید، دیگران هم، همه ما. موضوع مهمیه، نمیشه آدم، البته یادش میره آدم از مرگ، از گفته های بسیار بسیار حکیمانه امام علی، یکیش هم این هست که ایشان میگویند که از بین امور یقینی، از بین امور یقینی دیگه مرگ یقینه دیگه، اصلا نمیشه ردش، مرگ مشکوک ترین آنهاست. یعنی به دو بعد ابجکتیو و سابجکتیو موضوع نگاه میکنه، که ابجکتیولی این یقینی است، سابجکتیولی مشکوکه. یعنی هیچ آدمی فکر نمیکنه که امروز میمیره، بله بله، با وجود که اینقدر آدم هر روز میمیره. من یه نظری دیگه هم گفتی راجع به مرگ چه فکر میکنم. خدا بیامرزه، پدر من یه کارگر کارخونه بود، کارخونه صنایع پشم اصفهان، و با اینکه کارگر بود آقای دکتر، و خب آدم خشک مقدسی هم بود، ولی چون یه خورده اعتقادات به این داشت که انسان باید مفید باشه برای جامعهش، ایشون تو همون مدت کوتاه زندگی، یعنی 87 سال زندگی کرد، 3 تا خونه برای اینا اون ساخت، برای فامیل، برای مکانیک کارخونهشون، برای این، و یه تومن از اینا پول میگرفت، اینا رو خونه دار کرد، خدا بیامرزه. البته هیچ وقت هیچ کس قدردانی نکرد، اونم دنبالش بیچاره نبود. من فکر میکنم که حالا علی آریافری که اومده امریکا و 40 سال اینجاست و دکترا گرفتم و زندگی خوبی داشتم و دور دنیا بودم، من چی کار کردم؟ من از اونجا خیلی احساس شرم از خودم میکنم که کاری نکردم که پدرم اصلاح کم سواد من تونست بکنه برای جامعه خودش یا دو اطرافیانش، من هیچ کاری نکردم. من اون نگرانی من یکم اونه و خیلی وقتا میگفتم چی کار میتونم بکنم، و تا اونجایی که تونستم اینجا اونجا یه کارایی کردم، ولی اونقدر روح من رو ارضا نمیکنه. اینکه فقط گفتی راجع به مرگ چه فکر میکنی، بیشتر سوال من بیشتر شخصی بود، تا نمیدونم که چقدر ما فرصت داریم که این بحث رو ادامه بدیم، حالا به ما خواهند گفت. بیشتر سوال من این است که ما آیا خودمون رو بعد از مرگ پیدا میکنیم یا خودمون رو گم میکنیم؟ به نظر شما؟ به نظر من نمیتونم من جواب این مسئله رو هنوز نرسیدم بسته، ولی به فکرتون اومده این؟ بله موضوع. بله، از این که من فکر میکنم واقعا اینجور که لاقل اثر مغزی که ما روحی هستیم، میایم این بدن خاکی رو انتخاب میکنیم، این خانواده، این خونه، و یه تجربه خاصی میکنیم و مجددا مثل اینکه برمیگردیم. I don't know، ولی من هنوز باورم نشده، اینا به هم گفته شده ولی خود من هنوز نرسیدم. مثل که یه چیزها رو باید تجربه کرد آقای دکتر، فکر نمی کنم واقعا باید رسید اونجا. میدونید جناب دکتر، اشکال نوع بشر اینه که ما چون که در یک مختصات معین زمان و مکان به دنیا اومدیم و اصلا ما هستی رو در این دو بعد میشناسیم و توی یک دایره‌ای که دایره زمان و مکانه، ما توی این دایره اسیر هستیم، و برای آدم عامی مثل من در ارتباط با فیزیک و اینها عرض میکنم،
من هنوز نتونستم که یک چیزی رو به نام بعد چهارم، حالا شنیدم که کسی مثلا مثل دکتر کامران تا بعد 26 رو هم فهمیده و هم کشف کرده و هم تعریف میکنه. من واقعا میگم نه جنبه شوخی و مزاح داشته باشه، من هنوز بعد چهارم رو هم نمیتونم که دقیقاً بفهمم. دقیقاً. یعنی که به همین راحتی که مثلا طول و عرض و ارتفاع رو میفهمم، بعد چهارم خب منم مثل بقیه میگم یه چیزی، ولی واقعا به من بگن که تو فهم کامل نسبت به این موضوع داری، ندارم. و ما چون در بعد زمان و مکان موجودیت پیدا کردیم، نوع هستی رو که ما میشناسیم هستی است که باید دارای این دو مشخصه باشه و الا شناخته نمیشه. مثل اینکه صداهایی که ما میشنویم باید یه فرکانس معینی داشته باشه تا ما بشنویم، کما اینکه ما صدای مثلا گردش کره زمین رو که حتما یه صدای خیلی زیادی هم داره، یه جسم غول‌آسایی مثل کره زمین با این همه پست و بلندی و که داره و مثل یه ساز بزرگی میمونه که پر از دهلیز و حفره و اینها، خب این با این سرعتی که میچرخه خیلی لابد باید صدا بکنه، ولی ما اصلا هیچ نمیشنویم. به علت این که ما یک فرکانس های معینی رو قراره که بشنویم و میشنویم، ولی ظاهرا میشه رسید اونجا و یه ده میرسن اونجا که این صداها رو و این ارتعاشات رو تشخیص میدن. امیدوارم که من خودم بدم نمیاد برسم اونجا، ولی کار راحتی نیست. خیلی مثل این که خلوص، نمیدونم شما گفتید تزکیه نفس، یعنی نمیدونم. و باز البته بگم آدم های دیگه هم دیدم که حتی به اون تزکیه هم نکردن، ولی این خصوصیات رو لااقل میگن دارم و دروغ هم نمیگن. من دلیل نمیدونم، چون من آدم هایی رو میشناسم که واقعا میگن دارن و اعتقاد دارم که و دیدم که راست میگن. ما نمونه این آدم ها رو داریم. من فکر میکنم یکی از پرقدرت ترین و بانفوذ ترینه آدم هایی که ما در یکی دو قرن اخیر میشناسیم از نظر قدرت نفوذ و قدرت ایجاد تحرک و انرژی بخشی به جامعه و حرکت دادن نسل ها و قشرها، هیتلر بوده. شاید که کمتر کسی به این قدرت رسیده باشه، حالا جنبه های سیاسی و اینهاش رو که کنار بذاریم، به نفس قدرت اگر بخوایم بپردازیم، میبینیم که یک همچین قدرتی در یک فرد معمولی به وجود اومده که دنیا رو زیر و رو کرد و اصلا حرکت بشریت رو تعویض کرد و تغییر داد. خب یک آدمی مثل این قدرتی که داشته از قدرت هزاران هزار عارف بیشتر بوده. بله. اما قدرت این اون نیکی و زیبایی و دانایی معرفت رو نداشته. بله، بله. یک قدرت شیطانی بوده. وقتی که انسان از مرز توان انسان معمولی میخواد بالا بره، لزوماً ابزار پروازش نبایستی که ابزار تزکیه باشه. یعنی انسان با فساد و تزکیه، هر دو انسان با تمرین میتونه که قدرت‌های درونی خودش رو پیدا بکنه. و باز همین کتابی که من میشناسم و بیشتر برداشتام رو متکی به اون میدونم، میگوید که بگو پناه میبرم به خدایی که از دل تاریکی ظلمت‌ها روشنایی بخش ترین روشنایی ها رو استخراج میکنه. صبح از دل شب بیرون میاد دیگه. بله بله. میگوید بگو به اون خدا پناه میبرم از شر آنچه که به وجود میآید. یعنی جایی که وقتی ما شر رو به وجود میاریم، جن رو از بطری میذاریم بیرون، دیگه قدرت نداریم که اون جن رو بگیریم بذاریم سر جاش. بله، تو بطری. بله، بله. و این اتفاقی است که انسان میتونه که از نیروی اراده و قدرت خودش استفاده بکنه و از شیطان به مراتب بالاتر بره. احتیاجی به این نداره که ما نیکو باشیم یا زیبا باشیم یا دانا باشیم که بتوانیم که قدرت مافوق پیدا بکنیم. اما عرفان یا تصوف بگوییم به بیان اختصاصی تر،
کارش این هست که به ما یاد میده که شما پروازی که میکنید پرواز کبوتر باشه یا پرواز عقاب باشه، علم پرواز برای هر دو اینها یکی است. بله بله بله. لاشخور هم پرواز میکنه، بله، کبوتر هم پرواز میکنه، ولی پرواز اینها با هم دیگه ولی یک چیزی معادل نیست. چیزی که فرمودید اصلا نفس قدرت، آقای دکتر، قدرت میگن آدم رو کرپت میکنه، فاسد میکنه، مگر اینکه آدم اونقدر از نظر اخلاقیات بالا باشه که بتونه این قدرت رو مهار بکنه و به جای قدرت از عشق استفاده کنه. چون واقعا دو تا اصلا خود قدرت انسانها رو از بین میبره، فاسد میکنه. کاملا من در تایید فرمایشتون 100% این فرمایش شما رو میپذیرم و با مطالعات کلی من هم کاملا تطبیق میکنه. ما به طور کلی نجاست مطهر نداریم، مثل اینکه مثلا انسان مدفوع یک انسان دیگه ای رو بارها ببره و 7 بار کور بده و با آب بشوره و بعد بذاره سر تاخچه خوش بشه، این وقتی خوش میشه بازم مدفوع یک انسانیه که نجاست و کثافت در بطنشه، تا وقتی باقی است کثیفه. حالا شما اگر که یک فضله ای رو 1000 بار هم بشورید و ضدعفونی کنید و خوش بکنید، تا وقتی اون فضله بقای وجودی داره نجاست وجودی هم داره و اصلا این دوتا از همدیگه دور نمیشه. قدرت در نگرش عرفانی و همینطور در نگرش شریعتی جز نجاست چیز دیگری نیست. دقیقا. علتش این است دقیقا. که قدرت برای این است که خوب عنایت بفرمایید چه عرض میکنم، قدرت به این خاطر است که انسان بتواند که نیازهای طبیعی خودش رو با امکانات دیگران برطرف کنه. دقیقاً. و قدرت داشته باشه که امکانات خودش رو در اختیار نیاز دیگران بگذاره. دقیقاً. یعنی این تعاملی که بین نیاز و امکان انسان وجود داره، من برای اینکه بتوانم 10 قرص نان بسازم که 1 قرصش رو مصرف کنم، 9 قرصش رو به جامعه 10 نفری بدهم، دقیقاً. یه اجتماعی 10 نفری، من باید دارای قدرت باشم. بله. و من برای اینکه بتوانم که کفش ندارم و از شما که کفاش هستید کفش ابتیا بکنم، باید دارای امکان باشم. دقیقا. مجموعه این دو امکان در ارتباط با نیاز و امکانی که من دارم تشکیل قدرت میده. اصلا دفینیشن قدرت، قدرت مجاز بر حق، عبارت است از توانی که تعامل رو در جامعه بین نیاز و امکان امکان‌پذیر کنه. حالا یک تفاوت دیگه هم داره که و اینجا من هم اضافه کنم، کم که شما میگید تا زمانی که قدرت به صورت منطقی همطور که گفتید یه جفت کفش میدید 10 قرص نان میگیرید و یه جای منطقی داره، یعنی ولی وقتی که شما قدرت رو سوء استفاده میکنی و سعی میکنی به جای جفت کفش 1000 قرص نان از یکی بگیری با اینکه نیازی نداری، اونجا داری سوء استفاده میکنی و در واقع انسان فاسدی هست. و متاسفانه در جامعه امریکا این میگن گرید خیلی خوبه، هرس خیلی خوبه و هرچی تو قدرتمند بشی نوش جونت و یه خورده این فساد خودشو داره. موضوع خیلی خیلی مهمی که باید در یک جلسه ای شاید نشست بعدی در این مورد بحث بکنیم این است که قدرت با همه قدرتی که داره قابل کشف نیست. این خیلی ایمپلیکیشن قوی به دنبال خودش داره. اگر یه چیزی قابل کشف باشه ایجاد ثروت میکنه و به شما حقانیت مالکیت میده. مثلا شما اگر 10 تا گندم داشته باشید، این رو اگر که کشت بکنید، چون گندم قابلیتی کشت داره، ممکنه هر گندمی چندم گندم بده به شما، تعداد 10 عدد گندم شما بشه 500 عدد گندم. این ثروتی است که شما اکتساب کردید در اثر کشت گندم.
بعضی چیزها قابل کشت نیستن مثل کاه. ما چیزی به نام دانه کاه نداریم که بگن مثلا من یه مقداری کاه لازم دارم یعنی که بکاری کاه در بیاد. وجود کاه متکی به وجود گندمه. حالا قدرت منطقه کشت نداره. شما تحت هیچ عنوانی نمیتوانید که قدرت رو بکارید و از قدرت بیشتری استخراج کنید. قدرت محدوده. هر آدمی که به دنیا میاد با یک قدرت معینی به دنیا میاد. بنابراین اگر شما قدرت دو نفر آدم رو داشته باشید، قدرت هم پلو آدم هاست، قدرت پلو خدا نیست. بله بله. قدرت نه در خاکه، نه در هواست، نه پلو خداست، نه فرشته، نه جهنم، نه بهشت. قدرت پلو منه و شما. بله. بنابراین اگر در یک جامعه ده نفری آقای دکتر آریافر نه ظرفیت یا نه یونیت قدرت داشته باشه، معنیش اینه که تو این جامعه یک نفر دیگه مونده که قدرت داره، یا بقیه افراد هر کدوم 90% قدرتشون رو از دست دادن. اینی که من قدرت رو خودم تولید کردم، قدرت تولید کردنی نیست، قدرت دزدیدنی است. یعنی بله، اگر بله، که شخص میگوید بله، که من داره بله، قدرت هستم، قبول دارم، یعنی من بی قدرت هستم بله، تا شما با قدرت بشید بله، بله. شما مستقل از من نمیتوانید که دارای قدرت بشید. و این موضوع رو، یعنی که رعایت قدرت و ابقاء قدرت رو در افراد، یک نوع خاصی این رو مفهوم عدالته که عدالت در جامعه عبارت است از این که قدرت آدم ها در داد و ستد امکان و توانشون و نیازشون از حد توانشون بیشتر نشه. اون وقت ما کاری که میکنیم در جامعه این است که نیاز خودمون رو تبدیل به اعتیاد میکنیم و اسم اون اعتیاد رو نیاز میگذاریم. مثلا یک آدم معمولی در جامعه احتیاج به هروئین نداره که همین احتیاجات معمولی داره، ولی این آدم قادر هست با نیرویی که داره در خودش یک اعتیاد مصنوعی به وجود بیاره و باعث بشه که اون اعتیاد در واقع نوعاً عادت میشه، ولی عادتی است که تصنعیه. اون وقت با اون عادت نمیتونه بره به جامعه و تقاضای مطالبه بکنه، تقاضای طلب بکنه، بگه من چون احتیاج دارم دیگه، صیانت ذاتم داشته باشم دارم و باید جانم رو حفظ بکنم، هروئین نکشم میمیرم. این رو جامعه نمیتونه بشین حق رو قائل بشه که به مناسبت عرض میکنم که داشتن اعتیاد هست، دارای حق هم هست. بله. وقت این موضوع قدرت داشتن و قدرت نداشتن اساس حاکمیت رو تشکیل میده و اساس حفظ اختیار رو پایه‌گذاری میکنه. شما اختیاری که خدا به شما داده زمانی دارای امنیت میشه، دارای تأمین میشه که شما بتونید از این اختیار در سایه عدالت استفاده بکنید. اصلا در جامعه زمانی اختیار از بین میره که قدرت زیاد میشه. بله بله بله. اگر قدرت اجازه تکثیر و تکاثر نداشته باشه، یعنی اگر شما اجازه نداشته باشید که قدرت من رو صفر بکنید، قدرت خودتون رو دو بکنید، قدرت نخواهید داشت که از من سلب اختیار بکنید. این است که در این حرکت فساد آوری که در جامعه به پیش میره، ما برای اینکه اختیار افراد رو بگیریم اول قدرتشون رو میگیریم. البته راه دو طرف است. راه دو طرف است. بله. یعنی اون کسی هم که اجازه میده دیگری قدرتش رو بگیره، خب اونم در واقع مقصره. همینطور. بله بله. همینطور. بله. از اتاق فرمان به ما اشاره میکنند که این وقت ما در اینجا به پایان میرسه. مباحث بسیار زیادی هست که با جناب دکتر آریافر مطرح خواهیم کرد و شما رو دعوت میکنیم به جلسات بعدی که
موضوعات مقدماتی تقریبا شاید در این یک دو جلسه به پایان رسیده باشه که تصور نمی کنم، و بعد از گذشتن از این مقدمات به مباحث اصولی تری در خدمت ایشون مراجعه می کنیم و باز هم جا داره که از حضور ایشان در این برنامه و ابراز محبتی که فرمودند و می فرمایند سپاسگزاری کنم، هم از طرف خودم هم از طرف شما بینندگان عرشمند. همه شما را به خدا می سپارم. سپاسگزار نگهدار. که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به در رانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرخم را، توی جانم به جانم تو.